با عرض سلام خدمت همگی دوستان و همیهنان عزیزی که صدای ما رو در اقصا نقاط جهان میشنوند. 59 جلسه از سلسله دروس دعت به تونا نوشته یاراف بنشقای زیخرونو لیبراخا به مدرسی جناب آقای ربای جوزف ملامد رو با همدیگه گوش میدیم. آراف لطفا مخیلا بفرمایید. سلام بر همگی، سلام بر دوستان عزیز. پرشای هفته پرگشای ویگاش که رول بسیار بسیار مهمی بازی میکنه در این قسمتی که امشب به ذاتش امروز میخونیم. در ضمن امروز روزیست که اسرائیل صدا میکنه این روز رو زود خنوکا، با نگاه کردن به خنوکا دیشب اعلام کردیم نیروی به اسم زود خنوکا. زود صحبت میکنه از زین دنیای هفتگانه، الف تو تف تمام که ایلیم، پس میشه ملخوت، چون که ایلیم ملخوت هم کلی که نور الهیت رو، نور کدوشا رو، نور شخینا رو آشکار میکنه رو بهش میگیم ملخوت. کجاست که کلی ساخته میشه؟ توی گوف. گوف میشه 89، خنوکا میشه 89. پس تو خنوکاست که موقعی که به زود میرسیم که هشتا شم و شماش هر نه روشن هستند، ملخوت نورهای خودش رو، نه نورش کامل شده. الان تخمی کاشته شده که یک گوفی کامل بشه، تا که یه روش تخ صوف 3 ماه دیاج داره، واسه اینه تبت، شبت و ادر، ادر پوریمه و از اینجاست که نیروی جدیدی هوایا خودش را آشکار میکنه و بدن جدیدی به وجود میاد به اسم موشه. هفته بعد موشه به دنیا میاد و برنامه یتسیات مصرایم شروع میشه. پس از خنوکا اون نوری رو گرفتیم که بتوانیم گوفی بسازیم، بدنی بسازیم، کلی بسازیم، کلی بسازیم که بتوانیم یتسیات مصرایم رو به تکامل کامل برسونیم. حالا با امید خدا به عزت شم ادامه خواهیم داد در آمادگی یتسیات مصرایم، چون طبق تورات و قولی که خداوند به عام اسرائیل داده یتسیات مصرایم همیشه با آمدن بیرون با ثروت فراوان، که تمام این درس رو به عزت هشم تا اونجایی که امکان داره این قسمت اول رو تو این هفته مطالعه خواهیم کرد. برای درس ما از کتاب دعت و تبونا تورات هخن. خن چیه؟ خن گفتیم موقعیست که مورد پسند الهیت یک چیزی قرار میگیره، ولی خن چیه که مورد پسند خداونده؟ خخما نیسته، خخمای او که نیستره، پوشیده است از دید ما و ما بتوانیم این خخما رو چکار کنیم؟ با ساختن کلی، کلی ملخوت این خخما رو آشکار کنیم، به این میگیم خخمت. خن در زم، خن دوتا حروف نوصر خسه، نوصر خسه شماره 8 و 9 که در 13 میدوت رحمین نوصر خسد لعلفین نوسه اوان و پشا و خطا عبنکه. همینجوری که یاد گرفتیم موقعی که میگوییم زود و خنوکا، این 6 اسم 6 میدوت رو اعلام میکنیم، یعنی اینکه ملخوت درست میشه، گوف یک اسرائیل درست میشه از چه نیروی؟ نوصر یعنی نیچوچ، نوصر حروف رتصون یعنی رتصون خودشو، اراده خودشو. نوصر خسه
یعنی این راسونه که هر قطرش درست شده از خسد لعلافین علافین الف نمودار خخماست که این خسده که بتونه خخمایی رو بیاره پایین به این میگیم نوسه خسد لعلافین نوسه عوان و پشه ده خطر بنکه اون گوفی کلی خوب میتونه بسازه که بتوانه عوان یعنی گناه خطا و خیانتی که به خود و تورای خود و امت خود کرده رو پاک کنه. ونکه میشه جمع که بزنیم میشه 161 کسا. کسا موقعیست که اسم الف هی یود هی شم شل بینا شل علام اصیلو موقعی که میلویش میکنیم میشه کسا. ایه به یودین میشه کسا. حالا کسا اسم یوسف. یوسف موقعی که تکامل از یک جوان میرسه به یک پادشاهی و تکامل کارش میرسه، هی همینجوری که تو تهیلین یاد گرفتیم و صحبت خواهیم کرد، هی به اسمش اضافه میشه، میشه 161 میشه کسا. پس این تکامل بستگی زیاد داره به یوسف، ولی یوسف به تنهایی فقط یسوده یک گوفه، چون یوسف یسوده، پس احتیاج داره به یک گوفی به اسم یعقوب. برای همین یاد گرفتیم اله تولدوت یعقوب و یوسف. اله که صحبت میکنه از نشما روح و نفس یک آدم اسم اله، میاد تو این دنیا که به تکاملی برسه که اول وصل بشه به شم الوکیم، یعنی که اله سه تا حرف اوله الوهیمه، وصل بشه به اون بینایی که خدا رو در این طبیعت ببینه، چون الوهیم اسم طبیعته حتیبا میشه 86، الوکیم میشه 86. موقعی که بتوانیم تیکون رو انجام بده، یعنی اینکه الان فهمیده که طبیعت چیه و هضم کردن طبیعت الهی اجازه میده که بره بالای مزلات، بالای طبیعت و به دنیای بالاتری که به اسم رحمین میشناسیم، به اسم یود ای واب ای و ادونای هو الوهیم، یود ای واب ای الوهیمه. ولی بعد اول باید الوکیم ظاهر بشه، اول باید این شناسایی خلقت او شروع بشه تا بتونیم برسیم به کی؟ به یود هی واف هی. یود هی واف هی موقعی است کجا ظاهر میشه؟ توی تیفره، جایی که یعقوب و یوسف با هم یکی میشن. موقعی که یعقوب و یوسف با هم یکی شدن، نیروی یود هی واف هی افشا میشه، ظاهر میشه و نمایان میشه. واسه اینه میگیم تن امت لیاکوف، تن امت لیاکوف. برای همینم یاد گرفتیم موقعی که 13 میدوت رحمیم که هر روزی که این خنوکیال روشن میکردیم، یکی از این میدوت رو مستقر میکردیم برای ساختمان اون گوف، چون گوف میشه خنوکا، که این 13 میدوت در وجود این کلی که من میسازم پیاده شده باشه، ریشش از این 13 میدوت بیاد. ال رخون بخنون، ال خپاین و رب خسه. کیه و رب خسه؟ گفتیم ابراهام درست شده از 8 تا ال، ال خسه. پس از پایین بشمریم، از ونکه بشمونیم به بالا، میرسیم به رف خسد، نیروی ابراهامه، و امت که بعدش میاد نیروی یعقوبه. نوصر خسد
نیروی اسحاق مزل الیون. یه مزل الیون داریم به اسم نوتسر خسد، یک مزل تختون داریم به اسم ونکه ریفکاس و نوتسر خسد اسحاق، یک درجه بالاتر یعقوب، یعقوبی که شماره وسط و امت بین ابراهام و کی و اسحاق. اسحاق دنیای پایین گوف رو کامل میکنه، واسه اینه گفتیم موقعی که میگیم زوت خنوکا، خنوکا گوفه، پس زوت این اون گوفیست، اون بدنیست که از این هشت نور کامل شده. هشتا نور گفتیم ما رو میرسونه به راف خسد، یعنی اینکه ابراهام، عیسی و یعقوب کیسه ربیعی ملخوت رو درست میکنن، ملخوت دوید. این درسیست که تو این هفته یاد میگیریم که موقعی که تورا چون این درس رو یاد گرفتن بدون تورا امکان پذیر نیست. ویگش علاو یهودا ویومه، یگش یعنی نزدیک شد، یاد لغت پگیشه و هم رو در رو، چش در چش. الاو کیه؟ یوسف، یوسف حسدی. ویومه وی ادون بی بی میشه دوازده تا ادونای، ادونی میگه ادونی، منظورش ادونای، ادونای درست شده موقعی که میلوی بکنیم عرف رو به عرف لامت پی دلت رو بکنیم دلت لامت پی، درست شده دوازده تا حرف. پس میبینیم این یودبت، این دوازده تا تکامل ملخوت که ادونای شخینای میکنه. این هفته میخوایم یاد بگیریم چرا خداوند اسم رعوبن رو گذاشت رعوبن. نگاه کنید، اور، اوربن، بن گفتیم یکی از پنج پارسوف علام کدمانه به اسم بن، رعوبن میگه این بنه، این بنه چیه؟ تمام دینین، نکوا، کلیت معنیوی معنسی که تو این دنیا وجود داره در این پارسوف بنه که پارسوف پنجمه آدم کدمانه، رعو بن. ببینید این دینیمه، این دینیمه یک کلی درست میکنه به اسم شمعون. بعد از روبن شمعون میاد، شم یعنی اس 340 کلیه، اسم آدم معرف آدمه، پس اسم عوان گناه، مظهر گناه رو کی نمایان میکنه؟ شمعون. لوی میشه 46، میلوی خخما، یه خخماییست که میتونه این دوتا دینین رو و کلی، هم نورشو هم کلیشو، اوره بن و شم عوام رو بیاره و در کجا؟ به وسیله یهودا. یهودا رئیس بدین، نمودار ملخوت، چهارمیه خسه، چهار تا فاز گذاشت الان، یود، هی، وف، هی، یود، روبن، نوره، هی، شمعونه، وف، لویه، واسه اینه میگه لی، وف، لوی میشه لی، وف، وف، اوت امت مال منه، همش اون امته. تمام این گناهات کجا میاد؟ تمام این بنت کجا میاد آخر؟ تو چه کلی میاد؟ اسم یهودا. یهودا اسم یود هی وف هی، توشه بلوه یه دله، دله چیه؟ دله شخیناست، دلوت،
شخینه کلی که هنون نوری توش ظاهر نشده. چون توی دنیای نکودین دنیای نقطه ها هستیم، پس سیستم گدلوت کتنوت کتنوت گدلوت گدلوت کتنوت هستش. یعنی چی؟ یعنی باید کوچیک باشه تا بزرگ شه، بزرگ بشه یعنی اینکه از بیعقلی عاقل بشه. به این میگیم تکامل پیدا کردن. و اگر این تکامل در دنیای روحانیت صحیح انجام بشه به این میگیم تعالی پیدا کردن، علیا پیدا کردن. حالا برنامه تا حالا صحبت کردیم راجع به نور که بهش میگیم زیرمپی. بعد کلی ملخوت، اینجاست که رب مرمیار صفحه 68 ستون دوم پاراگراف سوم و اینجور رب می‌نویسد: کتوب ربینو زیخنو لحگن علینو به شهر هکدمود به دروش آدم کدمو هریا کدوش. بعد یک سخنی رو اینجا تاکید کنم چون اسم رب اومد. اکادمی که ما درست کردیم، پایه‌ای که ریختیم، فکری که این چهارچوبه این دروس رو تعریف میکنه، اریا کدوش و زوار کدوش، هیچ کتاب دیگری، هیچ خاخام دیگری مورد علاقه ما نیست. خاطر اون واقعا وابستگی که ما داریم به ربی شیمون و اریا کدوش، سیستم اتخاییم، هر خخامی که صحبت میکنه از اتخاییم مورد علاقه ماست که یاد بگیریم ازش. ولی اگر اتخاییم رو استفاده میکنه که سیستم دیگری رو نمایان کنه، با یه همچین خواهم ما موافق نیست. چون هر درسی که بوده که باید داده بشه توی زوار کدوش و کتاب عز خیم هست، من احتیاج ندارم، فقط احتیاج دارم به معلمین که بتوانن این درس رو به صحت اونجوری که حرب بنیش خیلی درس میده یاد بگیرم. چون بنیشخای همیشه برمیگرده رو اریا کدوش و زوار کدوش، هیچ کسی دیگه نه. اگر خاخام دیگری از کتابی است مثل کتاب ملخ کدوش، ملخ کدوش صحبت میکنه از کلیت اتخاییم و هیچ نوع وابستگی به هیچ نوع عقیده دیگری نداره، فقط اتخاییم. کتوف ربینو زخنو لبرخه به شهر اکدمه به دروش الف ادم کدمون. اینه شم ادم. میگه نگاه کن، شم، شم گفتیم نمودار کلیه، شم اسم ادم. میگه اسم ادم، خدا چرا اسم ادم رو انتخاب کرد؟ یه الف یه دم، دم یعنی خون، ولی جلوی خونه یه الف وایساده، یه الوف وایساده. میگه ادم، میگه این آدم اینو نکرا الا هزخر و هنوکبه. آدم اون موجودیست، اون نیرویست که هم درونش مذکره و هم مؤنث، یعنی درونش تناقض وجود داره، مثل منطق و احساسات، هر دو لازم و ملزوم یک دیگره در وجود یک آدم، ولی با هم مغایرت دارن، خیلی بیشتر با هم تناقض دارن، ضد همه. نکبه نمودار کسری آدمه. کسری آدم چیه؟ پتانسیال آدمه.
هر آدمی میاد تو این دنیا با یه پتانسیال، یک چیزیست که میتوانه به تکامل برسونه، اکتسابا یاد بگیره به خودش اضافه کنه، اون چیزی که هست به خودش اضافه کنه. به خاطر اینکه آدم میاد تو این دنیا، اولین حرفی که میزنه، صدایی که میکنه، گریه اینه که چون چیزی رو میخواد. دستش رو ببینین سفت بسته، چون میخواد یک چیزی رو بگیره، چون درست شده که گیرنده باشه. به این نیروی گیرندگی و خواسته میگیم نکبه، میگیم مؤنث. مذکره در وجود این آدم چیه؟ مذکره اونه که مسئول، مسئول که کسری این نکبه، این مؤنث رو به حد اعلا با بهترین وجهی که امکان داره و قدرت داره پر کنه، ارضا کنه، کامل کنه. این که دعاییست که می نویسیم و دعاییست که می خونیم بین مرد و زن موقعی که می ره زیر خوپا. این وظیفه مرده، مثل خورشید و ماه. ماه نمی تونه نوری از خودش بیرون بده مگر اینکه خورشید به او بتابه. این موضوع آدمه. آدم هم نیروی عمل داره، اراده داره که بهش میگیم، به اون اراده میگیم ممهی، میگیم آدم. ممهی میشه 45. آدمی که میگه ما، سوال میکنه، ما، ما یعنی چی؟ پس این آدم درست شده که این نکبه، این کسری هایی که در وجودش رو به حد اعلا پر کنه. منتها موقعی که ما میاییم تو این دنیا، تا اقلا تا سن 13 سالگی، با چه نفسی میاییم؟ با نفس اماره، با نفسی که فقط میره دنبال این که ارضا کنه بدن خودشو. یاد میگیره 248 عضو رگ و پی و گوشت و پوستش، یاد میگیره که خود خواه بشه، خود رو راضی کنه، ارضا کنه. اینجاست که میگوید هین آدم نکرا الا حزخه و نکوه شهم زعیر و نکوه. تو کبلا صدا میکنیم زخر و ممهی و زعیر رمپین، چون ما به شکل و شمایل الهیت درست شدیم، و سین زعیر ما رو صدا میکنه. زعیر یعنی کوچیکی، کوچک شده ای از یک شکل عالی تری، نموداری، شمایلی از یک شکل و شمایل بالاتری. شهم زعیر به نکبه. شهم، حالا این زعیر نکبه رو ما به دوتا پارسوف میشناسیم. پارسوف یعنی یک موجودی که هم رشد داره، هم تخت داره، هم سفت داره، هم سر داره و هم گفت داره، هم سر داره، رشد داره، هم تن داره، کامله، کسری نداره. پس اینو میگیم شهم ممهی آدم و بن. بنه چیه؟ بنه میشه بن، یعنی بهما. بهما میشه بن. توجه کن، بن میشه بهما. اول آدم شروع میشه مثل یه ایوان، بعد تکامل پیدا میکنه، عقلش روشن میشه، میبینه، میفهمه، میتونه سوال کنه. یه حیوان این کار رو نمیتونه بکنه. حیوانه از بچگی بزرگ میشه ولی هنوز حیوانه، اونتها یاد میگیره که چگونه غریزه حیوانی خودش رو به نحو احسن استفاده کنه. آدم یاد میگیره که در ابتدا حیوان نیست، و چهار پا نمیخواد را بره، میخواد رو دو تا پا را بره، میخواد یاشار باشه، صاف باشه، چون میخواد به خدای خودش نزدیک بشه، چون مسئولیتش این که با خدای خودش یکی بشه.
واسه اینه میگه شهم ممهی و بن، یه پارتصوفه، یه آدمه به اسم ممهی که ما صداش میکنیم ممهی خداش. یعنی چی ممهی خداش؟ خداوندی آدمه را آفریده همینجوری که رب به ما یاد میده که هر روز بتونه خودش رو خداش کنه، خیدوش کنه، تازه کنه. هر روز، هر روز این خلقت خودش رو میتونه یک آدم دیگری بهتری بکنه یا تنزل کنه، نزول کنه. هر دو راه براش هست. بن اون پتانسیالیست که باید به تکامل برسونه، اون تکلیفیست، اون پارسوف، اونم یه پارسوف. ولی این بنس که اجازه میده یا به او اضافه بشه یا از او کم بشه. بنه، نکبه، مؤنثه، نفس اماره که شروع میشه با نفس اماره، ولی بعدش این نفس اماره رو من تربیت میکنم طبق دستور دکتر پاولو، یادش میدم، تربیتش میکنم، مثل اینکه یه سگ رو تربیت میکنم که چگونه چشمه آدم کور بشه. همینجور هم که ایوان خودم رو تربیت میکنم. اسمش بنه، اول بنه، بعد که تربیتش کردم بزرگ میشه، مسبب میشه که به من نیروی هرچی اون سگه بهتر بشه من بهتر میبینم، هرچی اون سگه عاقلتر بشه. اون سگه که همون نفس خودم، نکوای من، اون تکلیفیست که خدا به من داده. هرچی اون تکلیف رو بهتر تصحیح کنم، درست کنم، چه به کمک اکتسابن، چه به کمک خداوند مستقیمن، چه غیر مستقیمن، باعث تعالی این نفس بشن. کی باید مسبب بشه؟ خوشی آدم که این ملخوته رو بسازه. نطفه این ملخوته کجاست؟ توی شمع کدوش یوت هی، از چی شروع میشه؟ از یه دلت. شمع اسرائیل ادونای الوین و ادونای اخد. این دلت بزرگه همون دلت است که تو شمع یهوده است. سؤال می راز یهودی چیه؟ به کی میگیم یهودی؟ یهودی چی کار است؟ چون میبینیم یه یوده بعد یه هوده، چون میگیم هود و هدر لبشته، که این یود خخمه الهیت رو دوباره ادامه میده، یه یود دیگه درست میکنه، ده تا رو کامل میکنه یه شبات، بعد دوباره یه شبات دیگه. این میگیم یهودی که شباتو به شبات بس میکنه به وسیله ششد یمین، یه وو اوت امت، یعنی یه شباتو به یه شبات به امت بس میکنه. یعنی این شیش روزه که شیش روزه خله، امت رو تو زندگیش پیاده میکنه. امت چیه؟ تورات. این امت لیکو اکو ایش اوالی تورا بیختب به تورا بلپه. و نمچه که آدم کدمان او بخیند زیرمپی به نکوه هم امهه و بین. واقعا آدم کدمان چیه؟ آدم کدمان نیروی زیرمپینه. چه آدم کدمان زایده کیه؟ انصاف. انصاف هم به شکل شمایل انصاف درست شدی، هرچی باشه به شکل شمایل درست شدی. پس زیرمپین، آدم کدمان زیرمپینه انصافه. و این آدم کدمان میاد با یه نکوه، با یه پارسوف بن. پس آدم کدمون ممهیه، اون تکاملی که باید برسه ممهیه. پس اینی میخوام بریم تو اون جدول اولی که بهتون دادم، ستون اول که نگاه میکنی، بعد از اینی که تمام میشه، یعنی این که ستون اول بعدش، یعنی پارسوف گلگلتا، بعد پارسوف عینوت، بعد پارسوف سگ، بعد پارسوف ممهی و بن، پارسوف آخر چهارمی و پنجمی ممهی و بن. پس ممهی و بن اون فکری هستن، اون نیروی هستن که کلیت این آدم کدمون رو تعریف میکنه.
کلیتی که اون آدمی که باید به تکامل و پتانسیل برسونه تو دوتا پارسوفه ممهی و بن. برای همین رب اینجور ادامه میدهد ممهی و بن به ارخ کدم الاف نسبت به اون چیزی که قبلا بوده انصف پیروش به ارخ قبل شلا انصف هنیمشخ می انصف شاید به توخ خلال همی سمسم هنیت سمسم. گفتیم که یه نقطه مرکزی توی انصف کلی انصف بود و گفت من کسری ندارم، من هرچی میخوام انصف میتونم به دستم، ولی من کلیم، من گیرندم، من نکوام، من میخوام این نکوه گفت، این ملخوته گفت، ملخوت انصف به اور انصف گفت، گفت من میخوام منم مثل تو اور باشم، منم میخوام مثل تو که یک ظرفی رو پر میکنی من هم بتونم یک ظرفی رو پر کنم مثل تو. اینه گفتیم خلال درست شد، این نقطه مرکزیه. بعدش درخواست کرد که یک ملخوت جدیدی بیاد با مسخ که به این میگیم کلب. موقعی که میگیم پنج تا پارسوف آدم کدمون این بد سگ ممهی بن، صحبت میکنیم از یک نیروی پیازی. یعنی چی پیاز؟ پیاز رو نگاه کنید، قشریه، یه دایره درون یه دایره، به این میگیم دنیای ایگولین. توی جدولی که دادیم، شکلی که دادیم نگاه کنید، تا تبور دنیای ایگولینه. یعنی چی؟ دنیایی است که نیروها دایره درون دایره. یعنی چی؟ کته، خخما، بینا، زیرمپین و ملخوت. ملخوت درون درونه. به این میگیم دنیای ایگولین. اول یه نوری میاد خطی تو این دنیای ایگول. ایگوله وصل نیست به انصف گفتیم. یه خطه. فرق خط و ایگول چیه؟ ایگول گفتیم شکل پیازی است. خط نقطه بعد از نقطه بعد از نقطه بعد از نقطه. پس باید نقطه ها معلوم بشه که من بتونم یه خط بسازم. برای اینه که موقعی که خدا من تو دنیای ایگول فکر این ممهی و بن و کامل کرد، تو دنیای ایگول، تو ایگول اون که ایلیمای هستن که بعد از این که اورنسو رفت از خودش یک رشیمای باقی گذاشت. الان میخونم، من اول میگم که آسون بشه برامون. پس این ایگولیما که ایلیمهای انصف بودن که 10 تا هستن، چون یه نقطه گفتیم هر سفیرای 10 تا سفیراتوش داره، پس اگر نقطه مرکزی یه ملخوته 10 تا سفیرای ملخوت، نور ازش رفت، خلل درست شد تو یه جایی که 10 تا سفیرات، الان نور خالی شده، ولی این سفیرات ها چی هستن؟ که ایلیم دنیای انصف هستن. عرب ادامه میدهد میگهد پیروش به ارخ کب شل انصف هنیمشخ می اور انصف شهایب به توخ خلال هنیمسمسم. پس بعد این که تیمسون شد یک کب اومد دیگه، نور موجی نیمد، کب اومد، یعنی یه نقطه بعد از یه نقطه دیگه اومد. کب اومد اول تو اولین دایره کتر. این کابه که اومد تو این کتره دنیای آدم کدمون رو ساخت. بعد که اومد توی اتسیلوت، توی خخما، دنیای اتسیلوت رو ساخت. بعد که این کابه اومد تو بریا، دنیای بریا رو ساخت. بعد که این کابه اومد، همه اینا کجاست؟ تو ایگول. ایگول کجا تموم میشه؟ تو این بیت. موقعی که اورکب اومد رفت تا کجا؟ اومد تا پایین، ولی برگشت و گفتیم ملخوت مسیم و کرد تبور آدم کدمون.
پس پایین تبور آدم کدمون سه تا سفیرا نتزه خود یسود که مدل روش تخ صف دارن هر کدومشون اون پایین خالی گذاشت. نور نیست چون اتبور به بالا دنیای آدم کدمون ایگوله، از دنیای تبور به پایین گلگلتا آدم کدمونیست که پتانسیاله، باید نمایان بشه. تو دنیای ایگولین دنیای فکره، دنیای نوره. مثل تو فکر هیچی ساخته نمیشه، باید یه گوف درست بشه. الان چون نتزه خود یسود کسری هستن، یعنی هنوز ملخود ساخته نشده، یعنی هنوز نکوا به تکامل، اون کسری که داره هنوز به تکامل نرسیده، هنوز نور توش نیست. الان دست واسمون قدری آسون تر میشه. توجه کنید چی میگوید را. به ارخ اکبه میتونم و یش با کلالوت تو این ممهه و بنه، تو این آدمه و مؤنثش مذکر و مؤنث، ممهه و بن مذکر، یه مذکر یه مؤنث، که درون این مذکر مؤنث عین و تو سگ و ممهه و بن همه با هم درونشن. و کن به بخینت اوروت هیوتسین ממנו כולם יחד הם זעירנפין ונוקבה כוללות מעין בית סג ממה בן. פס נורהי ימקמיון כוליית נורהיס כאז אין פיישת פרצוף דרוס שדה. פס הר נורי אז דוניהי בעלמי עד דוניהי פעין דרוס שדה אז פרצוף היה עין בית סג ממה ובן. این بیت یود شم هشمه، هی بینای شم هشمه پاسوف سگ، وو مم هی هی ملخوت نکوه. و یود هی و وو اومدن که کی رو درست کنن؟ هم یود هم هی هم وو. یود هی وو میشه چند تا؟ میشه 21 ایه. پس ایه آمده که هی آخر رو کامل کنه، ملخوت رو بسازه. کسری های نکوا که پاسوف بنه رو ترمیم کنه، تکامل برسونه. به این میگیم میتوک دینین، به این میگیم علیت من، به این میگیم شبر نیچوسوت. شبریم میاد از دنیای که شبیرت که ایلیم شده، خداوند همینجوری که یاد گرفتیم تمام که ایلیم ها رو درست کرد، که ایلیم ها از حروف درست شده بودن، ولی این حروف ها رو چکار کرد؟ آتی کرد. یادتون از بچه بودیم یه عکس میدادن که تیکه تیکه بود از یک نقشه، از یک شکلی، بعد قاطی میکردن میگفتن خیلی خوب حالا بذارش دوباره این رو درستش کن. همینجور هم خداوند با ساختمان دنیا کرده که ما این رو به تکامل برسونیم، ولی تمام جزئیات و عضوها و مسائلی که لازمه این تکامل رو نشان داد، این شکل رو برای ما در پنج تا پارچوف عین به سگ منه بن گنجان میده. یا خطیم زیرم پی به نکوه کللی می این به سگ ممه و بن و هین ممه و بن شباهم شهم نکرهیم اخره اتیکون علم اتیلوت هو بخینات زیرم پی و نکوه. پس تمام برنامه این تیکون این ممه و بنه داده میشه به یک دنیایی به اسم علم اتیلوت. تیکون اون نیرویی که باید، اون فکری که باید، اون عاملی که باید، اون سبب و مسببی که باید بیاد این ممه به وسیله این ممه خدش. چرا میگه ممه خدش؟ زهر کدوش، هریه کدوش میگه این ممه هر روز خدوش میشه. چرا خدش؟ خدش همون حروف خودشه.
خودش میشه 314. 12 تا خودشین داریم، 12 ماه یود بت. این 12 تا ماه هستن که درست شدن از 12 تا شم یود هی واف که ترکیب شم یود هی واف هی. 12 تا ترکیب داره، 12 ماه، 12 خیدوش به وسیله این 12 تا. و یودا میاد میگه این کار منه، این مال منه، این تکلیف منه که به وسیله این 12 تا شبتین این تکامل شم ممهی و بن رو و ملخوت هم 12 تاست که ملخوت رو میسازه. من مسئول این 12 تا هستم. اولا روبن خوب پادشاه بشه، روبن خوب کوهن گدول بشه، روبن خوب اولزاد بشه، ولی اولزادی رو باخت به خاطر اشتباهش به یوسف صدیق، پادشاهی رو باخت به یهودا. همه اینه از این نوره میاد. روبن اکوهنوت رو داد به لوی و آرون، خاطر اشتباه کرد در مورد تکلیفی که باید بکنه، کس داشت. روبه اون کسی بود که رفت پیش یعقوب گفت یعقوب ما نمیتونیم، بعد از اینی که اسرائیل ده تا شبتیم رفتن توی مصر، رفتن توی مصر، اول ده تا نبودن، نه تا بودن، چون بنیامین باشون نرفت، یوسف هم که نبود. ده تای ما بقی که رفتن توی مصر این بیاریشون هست، اولی مرتبه است که رفتن توی مصر. ده تا یه مینیان کامل اونجا بود که یوسف برگردوندشون با پولشون که گورده بودن، قضا بهشون داد، برگشتن. این خودش یک معنایی داره. چرا یوسف همونجا شمعون رو نگرفته تکلیفش روشن کنه؟ ولی بهشون گفت باید برین بنیامین رو بیاریم، شرط رو گذاشت که بنیامین رو بیاریم. یعنی چی بنیامین رو بیاریم؟ اسم بنیامین بن، همون بنه، پارسوت بن، ولی الان تبدیل شده به یمین، یعنی به خسد. الان این دینه، دینه میتوک شده. یعقوب به فرزندانش چی میگه؟ یه شبر به مصرعیم، یعنی ما باید بریم تو مصرعیم، چون این نیتسوس ها، این نیتسوس هایی که میگیم نوصر خسد لعلافیم، اینها رو باید تو کجا پیدا کنیم؟ توی قلب تاریکی مصرعیم. اول میره یوسف بهشون چی میده؟ کسف، خسد، یعنی بتوانن اون قدرت رو پیدا کنن، اون خخمایی رو ظاهر کنن که بتوانن مثل پادشاه وارد گوشن بشن، این پادشاه آمادهشون کرد. تا اینکه رفتم به پدر گفتم، پدر گفت چرا گفتین اصلا برادر داریم؟ گفت بابا این آدمه میدونست اصلا ما کی هستی و کجا اومدیم. اینجاست که یعقوب متوجه شد برنامه داره اجرا میشه، روح کودش متوجه شد که برنامه اینی که به ابراهام خداوند قول داده بود که باید بره تو مصر، باید بلنش بره مصر. حسین میاد به بچه هاش میگه یه شبر به مصرهیم، ما اون کاری که باید بکنیم باید بریم مصرهیم، بلنشین، چرا میترسیم؟ کار خدا رو میخوایم بکنیم، نترسیم، بلنشین بریم. دفعه دوم برای این که برن گفته شرط داره، شرط اینه که بنیامین رو با خودمون ببریم، یعنی دینیم رو باید میتوک کنیم، اگر تشوبه نکنیم بریم پیش یوسف میکشه ما رو، باید تشوبه کنیم بشیم بنیامین. روبن بچه اول رفت پیش به پدر گفت ببین من دوتا بچه دارم، این دوتا بچه ها رو به تو میدم، اگر من بنیامین رو برنگردیدم دوتا بچه های من رو بکن. چی گفت بهش؟ این آدم است که مظهر دین، که فکر کرد بچه های خودش رو تضمین حرفش بکنه، جون اونا رو گذاشت تو خطر. یعقوب نگاه که گفت تو کدوم پدری هستی؟ اگه برای بچه خودت دلت نمیسوزه، 100% دلت واسه هیچ کسی دیگه نمیسوزه.
حرفش گوش نکرد. درس بزرگی. اون کسی که بچه منو دوست داره من دوستش دارم. همینجورم راجب خدا، خدا انتخاب کرده که من قوم اونم. کسی که قومش دوست داشته بشه خدا دوستش داره. اون کسی که قوم خدا رو دوست نداره خدا دوستش نداره. کسی یه پدر. جاست که آمد یودا، خدا چی گفت به بابا؟ جاست که نشون داد که اون نمودار یک پادشاه نموداریست که ارزش داره. واسه این هفته پیش موضوع تمر آمد، عروسش با اینکه دوتا پسراش خطاکار بودن نسبت به تمر، ولی موقعی که فهمید که او در این مورد گناهکاره، اونقدر قدرت و شهامت رو داشت که بگه من گناهکارم و این زن صدیقات. چون داد که عنوان یک پادشاه دین تورا رو پیاده میکنه. بل دین، صاحب دین، دین تورا حتی از چشم بابا و همه افتاد، ولی نشون داد و اون مردیست که میتونه تشوبه کنه. پس اینه شیر، ولی شیر اول بچه هست، گوره. تا اینکه شیر بشه کتنوت کتلوت. الان یهودا از آن میکنه که من تکلیفم اینه که اون کلی که باید نمودار بنه صدیق باشه، اسم بنیامین، از آن منه. جنگ روی کی بود؟ روی بنیامین. بنیامین اگر درون من نباشه، چون اون قسمت مساحتی که تعلق داره به بنیامین وسط یروشلایم یهوداست. یهودا احاطه میکنه بنیامین رو. بنیامین صدیق دنیای نکواست. یوسف صدیق دنیای زخره. زخر و نکوه باید تکامل برسونه. بنیامین بنه که به تکامل رسیده. ممهی اون آدمیست که به تکامل رسیده شده اسمش یوسف حصدیق. نتیجه کار تمام تورا که دو تا صدیق از این زخر و نکوه دو صدیق به وجود بیاد. صدیق مؤنث که اون آدمه، اون آدم مقدسی است که خدا درست کرد، که نکواش بنیامین باشه، زخرش یوسف حتصدیق باشه. حتصیلوت هو بخینت زیرمپین و نکواه. و حتصیلوت اومده اون خخمایست توی دنیای حتصیلوت که اون قدرت و اون مصالح و اون چیزی که لازم و ملزومه برای این تکامل به وجود بیاره. چگونه این کار رو میکنه؟ شل ایلو ها اورات خیتسونیود ولخن نکرا ادم اتسیلوت کلا این بچگ مم هی بین. کلیت اتسیلوت درست شده پس از پنج تا پارسوفه، از در حقیقت چهار پارسوفه، این بچگ مم هی بین و اتیکا کدیشت کدسشه. اون کدسیست که روی یوده. این اینه که داریم ادم کدمون، بعد داریم پاسوف این بد، بعد داریم تعمیم، بعد داریم نکودوت، بعد داریم ممهی و بن. همینجورم داریم اتیکا کدیشا اریخ همپین ابا به ایما اسرائیل سبا به تبونه به زون. این همه کپی همه در حقیقت دوتا نسوان که با هم یکی شدن. درستیست که یک بار پیشوند دو نسبه. نسبه بالایی تو دنیای گیلگول کامله، ایگولیم کامله، تو فکر کامله، هیچ کسری نداره، آدمیست که خداوند میخواسته. الان تو دنیای قسمت پایین که راتسون لکبل هست، دنیای خطیه، دنیای بریاس، دنیای کریشن، دنیای خلقت، دنیاییست که عملا باید این کار انجام بشه و عملا باید تیکون ممهی و بن بشه. ممهی خدش
314 شیندلگی بود. راز پراشایی که میخونیم یگش به علاوه کله میشه 314، طبقه چیزی که عرب ابو خطیره زخرانه برخار توی مخصوف لبن به ما یاد میده که واقعا موقعی که میگه و یگش بی صحبت میکنه از 12 تا گوول، 12 حدی که باید این ملخوته بسازه، چون این ملخوته حد داره، مسئولیت داره، تعریف داره و درست شده از 12 نیرو، 12 شبتین، 12 تا مزلوت، 12 ماه، 12 ساعت روز، 12 ساعت شب. این کلیت ملخوت ساختن این ملخوت هست، نکوه هست، بینه هست، یعنی تکامل اون پتانسیال. مسئولش کیه؟ منهه آدمه، آدمه هم اینه هم اونه، هم مسئول اینه هم مسئول اینه. 6 ماه مسئول یکی رو، یکی رو کامل کنه، 6 ماه دوم که الان از تشری شروع میشه نکوه رو به تکامل برسونه، واسه اینه خنوکا شروع کرد تکامل یه گوفیه. ولی زیرمپین نمیتونه این کار رو کنه تا خودش کامل نشه، تا خودش درست نشه، تا میدوتش درست نشه، تا کرکترش تصیح نشه، چون یک کرکتر بد هرچی بسازه بده، ولی یک کرکتری که اول خودش رو ساخته بعد رفته ملخوت رو بسازه، اول باید میدوت خودش رو درست کنه. واسه این 7 روز ار رخون و خنون ار خپاین رفت خسد و امت، 7 רוצה חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה רוז אשתום. זאת נוקבה. תאומן זכר הנסוזה. למיתונם נוקבה ובסוזה. אז אבל למה ניסון העשו להוינדה, טוב הם רוז, כראש השנה רם גוזרנדם, אין זה אירם פינה, כאומר שודה. על און באון מצ'וריטי, באון בלוג רסידה, כשורו קונה דר אין, 3 ماه آخر روش تخ صف که میشه نتخ خود یه صدی که کسی رو بوده به تکامل برسونه. یه صده که ظاهر میشه باقی که مشه ربینو دنیا میاد مردخای و استر که جرقه از یک ممهه و یه بن هستن. استر چیه؟ اون بنیست، نکواست، مردخای زخه. دوتا چی کار میکنن با هم؟ تصیح به وجود میارن که نتیجهش، حاصلش ساختن بیت المقدس دومه. مردخای استر پوریم. اینجا میبینیم که چگونه این گوف مسبب میشه که کاو امسایی، چون کاو یمین هست کاو سمال هست، الان زیرمپین درست شده از کاب یمین به کاب سمال. الان چی کسره؟ خط وسط. و خط وسط نیروی وسطی موقعی فقط افشا میشه که ملخوت کامل بشه، چون ملخوت فونداسیون کلل کلله، یوسف کلله، کلل 5 تا نیروست. ولی یوسف کلل 5 تا نیروی خسد، 5 تا نیروی گبوراست. یعنی نور ملخوت هم پیش یسوده. هیچ وقت یسود و ملخوت نمیتونن از هم جدا باشن، چون نور ملخوت پیش یوسفه. بنیامین الان اسیر یوسفه، فقط با تشوای یهودا، با از آن کردن اسرائیل، همینجوری که توی پرشه هفته پیش. چرا یوسف فورا خودشو نشون نداد؟ و یمرو ایش ال اخیر، موقعی که این برنامه رو پیاده کرد یوسف بهشون گفت شما مرگلین هستید، بهشون یادآوری کرد، گفت رگلین یادتون نره، شما صداشون کرد مرگلین ال اخیر، اول اشمیم انخنو،
از آن کردن، تشوبا کردن. با این که دقیقه که اینجا میبینیم، میبینیم یوسف میره یه جا گریه میکنه. هی تورا میگه یوسف رفت گریه کرد. آخه چرا یوسف با بره گریه کنه توی اتاق دیگه؟ چرا همونجا نمیگه یوسف من انی یوسف؟ بعد تشوبا کامل بشه، کار من خود شروع میشه. تشوبا کار زیرنفی نینی که وسیله فراهم کنه که این ملخوطه، این بنه، این نفس اماره تشوبا کنه. کار یهودا بود، کار اسرائیل بود. هدف هم که یوسف گریه میکرد، گریه چی میکرد؟ میرفت تفیلا میخوند که خداوند رحم کنه و گناه اینا رو ببخشه که بتونه خودش رو آشکار کنه. چون یوسف آشکار نمی کنه خودش. یهودا میاد میگه اسم من یهوداست، دلت تو اسم من دلت شخیناست. من مسئولم که این شخینایه رو ظاهر کنم. و درست شدم از 12 ترکیب اسم الهیه. اسم تو یوسف 6 تا یود کی وف کی داره، ولی تو گیومتری هستی، تو به حساب اسمت یوسفه. فرعون تو رو پادشاه کرده، ولی اسم پادشاه روی منه، اسم یود کی وف کی روی منه. کسی منو پادشاه نکرده، اسم او روی منه. این یهودیه که بدون اسم خدا روشه، اسم خدا رو پیشونیش نوشته شده. این رو باید بدونه. این یهودی یهودا اومد، این مسئولیت منه. یوسف کی گفت انی؟ چرا گفت انی یوسف؟ که موقعی؟ موقعی که دید کاملا اینا تشوبا کردن و واقف شدن از یه حقیقتی. موقعی که متوجه شد یهودا جون خودشو، آینده خودش رو گذاشته به خاطر اینکه بنیامین رو نجات بده. درست برعکسی که در مورد یوسف یاد کرد، ترمیم کرد، چون بنیامین جایگزین یوسف شد برای یعقوب. دید جون خودش رو، اولم حباش رو داد یوسف رو که بنیامین رو نجات بده. شما کرد؟ انی یوسف یعنی چی حرفه؟ اسم یهودا میشه سی، سیتا. با هم جمع بزنیم میشه شلوشیم، که درست شده از سه تا یود، که واقعا این ملخوت نیروهای که میسازن سه تا یود. این سه تا یود داره کی میاره؟ اسحاق، یعقوب، یوسف. اسحاق، یعقوب، یوسف در ساختن یهودا، دلت یهودا مستقیما محصره. یک این دلته باقی که یوسف میگه انی یوسف و یهودا بچه ها رو بغل میکنه، یعنی اینکه انی که یوسفه که نقطه امته. هر کسی یه انی داره. این انی اسم هشمه، اسم وسط 72، اسم هشمه، اسمی که گوف که دوشا رو کامل میکنه. نقطه مرکزی این اسم ها انیه. موقعی که میگه انی یوسف، یعنی موقعی که این نقطه امت رو در وجود خودت بیدار کردی، آشکار کردی با تشوبا، اون موقع انی با دلت بس میشه، میشه ادونه. موقع شخی نظاهر میشه. پس این زهر کدوش میگه موقعی که این دوتا با هم یکی شدن، دنیا ها لفظید، بالا لفظید. این دفعه اولی بود که دوتا مرکب منهی و بن به تکامل کامل با هم در ریشه، در ریشه یکی شدن. چون یهودا ریشه ملخوته، از یهوداست که روت میاد، از روت که معاوی داوید ملخ میاد، داوید ملخ خیده کیم. این ملخه حاصلش کیه؟ شلمو، شلم، شلمو، شلوم. زمانی که رسید شلمو و بیت مقدش رو کامل کرد، دنیا تو صلح بود. کریشنا، بودا، سقراطس، ارسطو، همه اینها مال زمان شلمو ملخ.
دنیا در سهر رفت. اگر ما این درس تاریخ رو ازش ادب یاد نگیریم، چون ابتدای کار با ادبه، و اگر این ادب رو پیاده نکنیم موفق نخواهیم شد. موقعی که این یگانگی و یخدودی که به وجود آمد ریشه‌شو کی گذاشت؟ یوسف صدیق و بنیامین صدیق و یهودا. پشت اینها کی وایساد؟ سه تا یود، یتخاک، یعقوب و یوسف. پس اینی میگیم ال تو دوت یعقوب یوسف. یعقوب و یوسف زئیرمپین منه رو کامل کردن، یهودا ملخوتو. ولی این ملخوته کی کامل میشه؟ اینکه قوم اسرائیل بره تو ارث اسرائیل. در گلوت یوسف ملک اسرائیل، در ارث اسرائیل بیت المقدس یهودا ملک اسرائیل. دو تا تیکون، دو تا مکان مختلف، دو زمان مختلف. حضرت هشم این قسمت لازم و ملزوم بود که مرور کنیم. و از شما دوستان عزیز خواهش میکنم که نگاه کنین به اون شکل اولی که دادیم، که پنج پارسوفی که در دنیای آدم کدمان درست میشه، در قسمت طبور به بالا که به این میگیم آدم کدمونی که رشیمای انسوف بوده، چون این آدم کدمونه واقعا توی یک نور بوده، تو ایگولین بوده، هنوز تو دنیای قویم ساخته نشده، هنوز کامل نشده. دقیقه ای که کامل بشه کلیت تورا هم کامل آشکار شده، به اتمام رسیده. این توراست، اور توراست، اور اگنوزه که به ما قدرت میده که اون پتانسیالی که به اسم منهی بن میشناسیم، به وسیله منهی خداش هر روز اون خیدوش و اون تازگی رو در وجود و تکامل خود، اهم از گفتار، پندار و کردار، به تعالی برسونی و به تکامل. عزت شم من فکر میکنم واقعا با تمام قلبم که این روز خوش رو شهادت خواهیم داد. آمین. در اینجا میخوام از تمام دوستان عزیزی که نگاه میکنن این درس ها رو گوش میکنن و میخونن و استفاده میکنن، در ضمن تمام اون دونیشن و اون صداهایی که داده میشه به اکادمی رویش منبر خواهی، میخوام از همه تون بابا از سمین قلب تشکر کنم، چون هر روز بیشتر و بیشتر میبینم عشق نشان داده میشه برای فراگیری این دروس. آرزوی موفقیت و سلامتی که شما رو دارم. دوستان عزیز اگر سوالی هست. دوستان اگه سوالی دارن بفرمان. میخوام زبط و قطع شد، مثل اینکه اینترنتش تمام شده بود نمیتونست باقی بمونه. اوک من استوب.